فصل چهارم. پس از آن نگاه کردم و در آسمان دری گشاده دیدم و همان صدایی که من در آغاز شنیده بودم مانند شیپوری به من می گفت بالا بیا، من آنچرا که باید بعد از این رخ دهد به تو نشان خواهم داد. روح خدا مرا فرا گرفت و دیدم که در آسمان تختی قرار داشت و بر روی آن تخت کسی نشسته بود که مانند یشم و عقیق می درخشید و در گرداگرد تخت رنگین کمانی بود به درخشندگی زمرد. در پیرامون این تخت 24 تخت دیگر بود و روی آنها 24 پیر نشسته بودند. آنها لباس سفید به تن و تاج زرین به سر داشتند. از آن تخت برق ساطع می شد و غرش و رعد شنیده می شد. در جلوی تخت 7 مشعل سوزان می سوخت. اینها 7 روح خدا هستند. و همچنین در برابر تخت چیزی که مانند دریای شیشه یا بلور بود دیده می شد. در اطراف و در 4 گوشه تخت 4 حیوان قرار داشت که بدن آنها از هر طرف پر از چشم بود. حیوان اول مانند شیر بود، دومی مانند گوساله، سومی صورتی مانند صورت انسان داشت و 4 مانند عقابی پرگشوده بود. هر یک از این 4 حیوان 6 بال داشت و بدن آنها از هر طرف پر از چشم بود و شب و روز دائما می گفتند قدوس قدوس قدوس، خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و خواهد آمد. هر وقت این حیوانات آن تخت‌نشین را که تا ابد زنده است تجلیل و تکریم و تمجید می کنند، آن 24 پیر در برابر تخت‌نشین که تا ابد زنده است سجده می کنند و او را می پرستند و تاج‌های خود را در جلوی تخت او می اندازند و فریاد می زنند ای خداوند و خدای ما، تو تنها شایسته‌ای که صاحب جلال و حرمت و قدرت باشی، زیرا تو همه چیز را آفریدی و به اراده تو آنها هستی و حیات یافتند.